بسم الله الرحمن الرحیم. حضار محترم مجلس، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. من هم به نوبه خیش تشکری میکنم که شما در دگمری خیر همه ما را دعوت کردیم که بدون شک بخشی عظیمی از مکلفیت های اسلامی و انسانی ما به شمار میرود. خواهری عزیز، اول سلام بعد پیام مردم مسلمانی افغانستان و به نمایندگی از مردم افغانستان جنایت وحشتناک و وحشتباری که در قبال مردم اشرف ساکینی اشرف شد تسلیت اونا به شما پیش میکنم. خواهری عزیز، اسطوره مقاومت و بانوی فرهنگی مشرق، دیروز که مجاهدت و مقاومت شما در نظر گرفته نشد شاید به اهمیت موضوع دنیا کمتر توجه کرده باشد. امروز دیگر چهره های اصلی پاکستان و ایران دیگر افشا شده. برادران و خواهرانی عزیز، دقیقا زمانی که افغانستان مورد تهاجم القاعده قرار گرفت، در او زمان در تانزانیا و کنیا، زمانی که سفارت امریکا در آنجا انفجار کرد، امریکا بالای پاکستان فشار آورد بندر سرخم که به طرف پاکستان و افغانستان هست ببندم، مسدودش بکنم. برای یک هفته یا دو هفته بندر سرخم که جای بندری بین پاکستان و افغانستان بود بسته شد. رژیم آخوندیزم ایران در اون زمان برای دو هفته الی یک ماه همواره به طالبان نفت کمک میکرد، وسایل تجهیزاتی تروریستی کمک میکرد. فرستادن این همش مصداق به این که از تروریسم برای تروریسم تقویت و حمایت میکنه. همه روزه قسمی که آقای کابلی گفتن، ما اسنادی به دست داریم که در افغانستان اسناد مستندی به دست داریم که در افغانستان همه یان ساخت ایران است و افغانستان با اسناد مشخص و معینی که داریم به دسترس افغانستان قرار داره که از طرف ایران فرستاده شده. دیگر چی دلیلی میتواند پشتی پرده چی سازمان ها و چی تعاملات و تبادلات سیاسی دیگر باشه که نمیخته باشه؟ خواهری عزیزم، دیروز اگر دولت، اگر دنیای دیگر به شما کمتر توجه کرد، دیگر این چهره های افشا شده، همه مردم شما را شناخته و چهره های واقعی این کشورها را شناخته، دیگر همه کس با شما. این بار اگر ملت ها شما را دقیق نشناخت، امروز ملت ها با شما. قسمی که گفته شده پشت سر دست ملت ها توانی خدا نهفته است، بناهن شما حمایت خدا و ملت ها را داریم. بناهن برادران و خواهرانی عزیز، من من حیث نماینده زنان مسلمانی افغانستان پیشنهاد میکنم، خواهش میکنم تا تمام کشورهایی که هست برای دفاع از برای حقوق زن، برای مدافع حقوق بشر هستند، دم از دموکراسی و و و حقوق بشر میزنن، پیشنهاد و خواهش من است که از حزب مجاهدین خلق همکاری و دفاع کنن. و من این حیث نماینده مردم مسلمانی افغانستان از ملل متحد خواهش آرزومندم که حزب مجاهدین خلق را از اون لیست مسخره ای که تحت عنوان تروریست است کشیده شود. چی دلیلی میتوانه بر حزبی که بر دفاع از حقوق ملت هاشان حمایت میکنه قد بلند میکنه از این را در لیست تروریستی انداخته؟ پیشنهادی من است که از لیست دور شود و همچنان پیشنهادی من از ملل متحد است که بر حیاتی را به جهت نظارت، در جهت حفاظت و مسئولیت ساکنین اشرف بفرستند تا به این طبقه عظیمی از مردمی که در مجاهدت ها و در پیکارها سهم بارز دارند و برای مکتب آزادی و آزادگی کار میکنند حمایت صورت بگیرند. خواهران و برادران، پیامبر بزرگوار میفرماید سخن حق در نزد سلطان جابر جهادی اکبر است.
جهادی اکبر تپیدن ها دارن، شکستاندن ها دارن، شهید شدن دارن، افسیدن دارن و عقب نشینی ندارن. من یقین دارم که این همه مبارزات پیگیر شما و ساکنین یشرف روز انشاءالله، چون مکتب شما مکتب استقلالیت هست، آزادی هست، شما کامیاب خواهید شد. من برمایندگی از مردم، نماینده های مردم افغانستان، قسمی که آقای کابلی گفتن، ما و تمام ملت ما از این پیکار شما، از این درفش آزادی را که بلند میکنین، آزادگی را ما حمایت میکنیم و از شما دفاع میکنیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.